بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با آیات مبارکه سوره یوسف بود. به حضرتون عرض کنم که دیشب عرض کردیم که در روایات هست که از ابن عباس نقل شده که علت این که یعقوب گرفتار فراق یوسف شد این بود که کنیزی داشت و این کنیز یه بچه ای آورده بود و حضرت یعقوب بچه رو فروخت که این کنیز شیرش رو فقط به بنیامین بده و اون کنیز نفرین کرد و حضرت یعقوب مبتلا شد به فراق یوسف. سوال شده است که خب مگر این یک گناه بزرگی است که کیفرش 40 سال فراق باشه؟ ما معتقدیم که انبیا دارای عصمتن و گناهی مرتکب نمیشن، ولی ممکنه یه ترک اولایی بکنن که اون ترک اولا اثر وضعیش یک مشکلاتی باشه. نمونه بارز این قضیه حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام گناه نکرده بود که از گندم بهش خورده بود، اونجا دار تکلیف نبود. اثر و خاصیت خوردن درخت گندم این بود که دیگه آدم تو بهش نمیتونست بمونه، باید بیاد بیرون و شیطان اغوا کرد و آدم از درخت گندم خورد و بعد هم از بهشت بیرون شد و تا زنده بود گریه می کرد از فراق بهشت و این به خاطر همون اثر وضعی نه اثر تکلیفی. یه وقت یه گناهی کسی انجام میده اون گناه پیامدی داره، دین اسمش کیفره. یه وقت نه، گناهی انجام نمیده ولی کاری که انجام میده یه اثری داره، این اثر ممکنست نگرانش کنه، اثر وضعی بهش میگن، نه اینکه خدا اون رو به عنوان کیفر قرار داده باشه. اینجا هم همینجوره، ترک اولایی شده از یعقوب، اثر وضعیش این است که دل اون کنیز سوخته و اثر وضعی دل سوختن اون کنیز گرفتاری حضرت یعقوب باشه. این منافاتی با عصمت انبیا نداره و برادران یوسف هم آثار گناهشون این بود که گرفتار ذلت و نکبتی شدن که شاهدش اینه که حضرت یعقوب مدن پیش حضرت یعقوب گفتن ما خطا کردیم
به حضرت یعقوب براشون دعا کرد. معلوم میشه که گرفتاری مشکل و سختی داشتن که با دعای یعقوب میباد برطرف میشد. و اما ادامه بحث، این که پیراهن یوسف رو انداختن روی صورت یعقوب، چشماش باز شد. این مطلب رو میخواستیم ازش یه استفاده ای بکنیم. آدمای مادی که معتقد به خدا نیستند، معتقد به معنویات نیستند، همه چیز رو از دید مادی مینگرند. بنابراین معجزات رو قبول نمی کنند، کرامت ها رو قبول نمی کنند. تقصیرم ندارن. دین یه عینکی به چشم انسان میذاره که تا عمق واقعیات رو میتونه با نور ایمانش ببینه. ولی اونایی که ایمان ندارن کأنه کورن، که قرآن هم ازشون تعبیر میکنه به کور، که لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن ولی واقعیات رو نمیبینن. یک روایتی از امام صادق علیه السلام است، فرمودن که مورچه دو تا دونه شاخک داره و فکر میکنه که خدا هم دو تا شاخک داره، یعنی خدا را با خودش مقایسه میکنه. آدمای مادی همه چیز رو با خودشون مقایسه میکنن. خودشون که یه حقایق را نمیتونن لمس کنن، انکار میکنن. ولی این نیست قضیه. قضیه این هست که یه واقعیات و معنویاتی در این عالم هست که با قوای ظاهری قابل لمس نیست، با چشم نمیشه دید، با گوش نمیشه شنید، با ذائقه نمیشه چشید، با بینی نمیشه بو کرد، با قوای لامسه نمیشه لمس کرد. یه چیزایی است که با قوت ایمان باید دید، با هیچی از اینا قابل درک نیست. معاد رو، مسئله قیامت رو با چه قوه‌ای از قوای ظاهری میشه لمس کرد؟ این رو با قدرت ایمان میباد انسان بپذیره و الا با حواس ظاهری. و مادیون میگن هر چیزی رو که ما با چشم دیدیم و با قوای لامسه قبول کردیم میپذیریم. و یکی از معلمین در زمان شاه معدوم سر کلاس به بچه ها گفته بود بچه ها ما چیزی که نمیبینیم نمیپذیریم، خدا را نمیبینیم و نمیپذیریم. یکی از شاگردها بچه ها بلند شده بود گفته بود که جناب استاد، من روز تا حالا فکر میکردم شما عقل دارید، حالا میبینم عقل ندارید. گفت چی تو؟ عقل دارید شما؟ گفت خب بله. گفت نشون بده، اگه نشون من دادید من قبول میکنم، نشون ندادید من نمیپذیرم. آخه جانم عقل که دیدنی نیست، پس از کجا بفهمیم؟ شاگرد گفت از کجا بفهمیم شما عاقلی؟ گفت از آثار. گفت درباره خدا هم همینه میگی، خدا رو نمیتونیم ببینیم اما آثارش رو که میتونیم ببینیم، آثار رو میبینیم خدا رو میشناسیم. اما خب اونا اینجوری هست. مسئله این که پیراهن بتونه شفا بده، این برای انسان‌های مادی و ظاهربین قابل قبول نیست. ولی
موجودات در اثر ارتباط یه خواصی پیدا میکنن که اگر اون ارتباط نبود اون خواصم نبود. حالا من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه چند تا مثال عرض کنم. مثلا فرض کنید که یه آدمی موهای صورتش قداست داره، تا به صورتش چسبیده اگر کسی بهش اهانت کنه خیلی بدش میاد، ناراحت میشه. یا دیگران اگر ببینن کسی به موهای صورت کسی اهانت کرد توبیخش میکنن، چرا اهانت میکنی؟ اما وقتی یه سلمونی اومد و این موها رو ماشین کرد، این موها دیگه ارزش و قداستش از دست میده و میریزن تو صندوق زباله، به کسی هم برخورد نمیکنه، نه به صاحبش برخورد میکنه نه به دیگران. خب علت این قداست ارتباطه، ارتباط که پیدا میشه قداست پیدا میکنه. دشمنان شیعه اینا اعتراضاتی دارن به مقدسات شیعه، اونم رو اصل همین است که اینا درک این مسائل رو ندارند که یه چیزی به واسطه ارتباط قداست پیدا میکنه، اثر پیدا میکنه. میگن که شما میرید عتبه اهل بیت رو میبوسی، مشرکید، ما خدا رو میپرستیم غیر خدا رو هم نمیپرستیم، بحثی نی. اگر عتبه رو میبوسیم نه به خاطر چوبه، این چوبات رو دکنه نجاری هم هست، نمیبوسیم. وقتی که نصب میشه به در حرم ائمه به خاطر اینکه انتصاب پیدا میکنه به ائمه طاهرین برای ما قداست داره. یا تربت آقا سید و شهدا علیه السلام، خاکه، خاک تا ارتباط نداشته نه ارزشی قائل نیستی، اما اگر ارتباط پیدا کرد با امام حسین علیه السلام اون وقت خاک قبر امام حسین قداست پیدا میکنه و میتونه منشأ اثر باشه، یعنی شفا بخش باشه. تربت و فی تربتهی شفا و تحت قبتهی اجابت و دعا. اگر انتصاب نداشت حق با شما بود، انتصاب پیدا میکنه، قداست پیدا میکنه. خب میریم سراغ کعبه، پرده کعبه چرا قداست داره؟ چون ارتباط با کعبه پیدا کرده، کعبه که سنگه، ارتباط با خدا پیدا کرده. کعبه قداست پیدا میکنه که اگر ارتباط با خدا نداشت با سنگای دیگه تفاوتی نداشت. این ارتباطات وقت نمونش تو قرآن همین مسئله پیراهن یوسفه، پیراهن یوسف قداست پیدا کرده و اثر بخش شده، نتیجهش این شده که چشم یعقوب میندازن چشم یعقوب رو باز میکنه. و همچنین چیزای دیگه، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام چطور میشه که کور شفا میده، پیسی رو علاج میکنه؟ خب این بنده خداست، خدا که نیست، ولی خدا این اثر رو در دست عیسی قرار میده بکشه به صورت یک کور بینا بشه، این اثر رو در دست موسی قرار بده لمس کنه بدن یه پیس رو علاج بکنه، یه اثری به نفسش داده به مرده میدمه زنده میشه به اذن الله.
تعجب نداره که یه چیزی قداست پیدا کنه و صاحب اثر باشید با اذن و مشیت و اراده باری تعالی. و ما همش گرفتار این مشکلیم که این آقایان ما را مشرک تلقی می کنند. خب اگر اینجوره پس برادران یوسف و یوسف و نمیدونم یعقوب و اینا نعوذ بالله بت‌پرست بودند، چون از پیراهن یوسف استشفا حاصل شد. این نمونه بارز قضیه است در قرآن و ما با دلایل قطعی ثابت میکنیم که این انتساب به تعبیر عربی اضافات، این ارتباطات میتونه مؤثر باشه. حالا یه اشاره کردم و رد میشم تا فرصت دیگه باز به این مطلب خواهیم رسید. همین دو شب آینده انشاءالله یه بودی از ابعاد همین مسئله رو باز مطرح خواهیم کرد. خب مطلب مهم دیگری که در این آیات هست میگه که فلما فصلت العیر، یه قضیه اتفاق افتاد خیلی عجیب بین مصر و بین کنعان 80 فرسخ را بود که هر 8 فرسخی را یه روز طی می‌کردند، یعنی 10 روز راه فاصله بود بین مصر و بین کنعان. میگه تا قافله از مصر حرکت کرد دیدن که وضع یعقوب تغییر کرد. گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. خیلی قضیه جالبه. یعقوب گفت من بوی یوسف رو میشنوم، اگر شما نسبت دروغ به من ندید، یعنی میدونم حالا که میگم بوی یوسف رو میشنوم و بین مصر و کنعان 10 روز راهه، شما باور نمی کنی. نمیدونم، چون اون ایمان را ندارید، اون دید را ندارید، اون درک و لمس را ندارید. من میشنوم، بوی یوسف رو میشنوم. خیلی بی‌حیایی کردند، یه تعبیر زننده‌ای کردند به باباشون که زیبنده فرزندان یعقوب نبود. گفت که فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. قسم خوردن، این خیلی حرفه، گفتن تالله تو هنوز همون گمراهی گذشته داری، یعنی همون دیدی که نسبت به یوسف داشتی هنوزم داری و این اسمشو گذاشتن زلالت. یعنی حرف یعنی چه؟ هنوز که خلاصه یوسف نیامده به کنعان، یوسفی که بین او و تو 40 سال فراق بوده، تو بوشو میشنوی. ولی این مسئله تعجب نداره، انبیا نیروهایی دارن که ما انسانهای عادی و نیروها رو درک نمی کنیم، دیدشون، گوششون و قوای ظاهری و باطنیشون، اونا که مثل ما نیستن. ائمه علیهم السلام فرمودن لا یقاس بنا احد، کسی خودشو با ما مقایسه نکنه. اینا یک عناصر استثنائی هن، عادی نیستن. علاوه یا
یه مسئله است امروز در دنیا اثبات شده به نام تلپاتی، که یه حادثه برای یه آدمی در یه گوشه دنیا مثلا آمریکا اتفاق میفته، یه فرزندی شما دارید در آمریکا، خدای نخواسته یه حادثه‌ای براش پیش میاد، شما اینجا هستید، اون اونجاست، اون حادثه اونجا اتفاق افتاده، ولی شما ناگهان یک تحول درونی درتون پیدا میشه، حس میکنید اونجا یه خبریه، بعدم معلوم میشه بله مشکلی بوده، شما روحتون ناخودآگاه متوجه شده بدون اینکه خودتون بفهمید. این مسئله امروز ثابت شده. یکی از مشکلاتی که ادیان دارند این است که اونا با یعنی به وسیله وحی یه حقایقی رو مطرح میکنن. آدمایی که اعتقاد به وحی ندارند چون با ابزار ظاهری نمیتونن درک کنن انکار میکنن. ولی اونایی که به وحی معتقدن میگن و میشینن انتظار میکشن تا علوم بشری رشد پیدا کنه به اونجا برسد که اون حقایق رو از نظر علمی بتونن ثابت کنن. مثلا فرض کنی، مثال میزنی، در زمان رسول گرامی اسلام بحث میکروب مطرح شده، منتها نه به لفظ میکروب، گفتن شیطان. شیطان دو رقم داریم، یه شیطانیست که ابلیسه که آدم ها گول زده ما هم گول میزنه، اون نه، اون شیطان هست، ولی شیطان به هر چیز پلید میگن، چیزای پلیدی که ابلیس هم نباشه ولی پلید باشه در روایات تعبیر به شیطان شده. مثل بعضی آدما، بعضی آدمای مثل معاویه و امراض، اینا هم تعبیر شده ازشون به شیطان، پلید و مکارن. اون زمان میکروب رو مطرح کردن و اسم شیطان روش گذاشتن، باور نکردن، گفتن اگر از یه سبویی که این سبو لبش شکسته، خب میدونید وقتی یه جایی سبو لبش بشکنه اینجا نگاه که میکنی بعد از یکی دو روز سیاه میشه، یعنی این چرکی ها میاد تو این شکستگی جایگزین میشه، وقت دستور اسلام این است که اون از اون جایی که شکسته شده از لب سبو آب نخوری. خونا نمی فهمیدن نه یعنی چه، یه حرفا چیه. وقتی که میکروب کشف شد مراجعه کردن به روایات، دیدن الله اکبر که در زمان پیغمبر و ائمه خبر از این میکروب ها دادند و ما باور نکردیم، با قدرت وحی خبر دادند. نوع مسائل اینجوریه، گفتن معراج پیغمبر، معراج پیغمبر با نه دلیل علمی گفتن محاله. تا کی؟ وقتی که هواپیما اختراع شد، قمر مصنوعی اختراع شد و موشک های قاره پیما اختراع شد، فهمیدن که میشد به آسمون رفت، محال نیست. ما بیشیم تا علم ثابت کنه. اونایی که معتقده به وحی هم میگن میخواد با علم موافق باشد، میخواد نباشه. ما وقتی یه پیغمبری رو پذیرفتیم، وحی هم بیارم میپذیریم، هیچ باکی هم نداریم. چه فلاسفه و دانشمندان امضا بکنن چه نکنن، ما انبیا را از جانب خدا میدونیم، خدا به همه حقایق آگاه و عالمه. غرض این که
بادشاه یعقوب گفتن آقا این گمراهی است، بو یوسف میشنوی، یعنی چه این حرف؟ تا بعد معلوم شد که نه، این علم امروز ثابت کرد که این یه واقعیتی است که امروز دنیا بهش رسیده، که میشه بین دو نفر فرسنگ ها فاصله باشه و به طور ناخودآگاه یکی از اینا از دیگری متأثر بشه. این امکانش هست. به هر حال قرآنم این حقایق رو اون وقت با کمال صراحت بیان فرموده و خوف از این که بعضی ها انکار کنن در کار نبوده. گفتن انک لفی ضلال کل قدیم. بعد ایشون فرمود که الم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. فرمود که من که قبلا به شما گفتم من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونی، یعنی اگر انکار میکنید به خاطر جهلتونه. علمی که من دارم شما نداری، علم من متکی به وحی یه ارتباطات غیبی در کار هست. شما چون تمام توجهتون به مسائل حسیست، مسائل ماورا طبیعه رو قبول نمی کنی. اما در عالم یه اسرار ناپیدایی هم هست که ما با قدرت وحی تونستیم بهش آگاهی پیدا کنیم. مگه من به شما نگفتم انی اعلم من الله ما لا تعلمون؟ خدا یک سبب سازی است که زمینه رو مساعد میکنه برای اینکه حتی یوسف هم که ما ازش مایوسیم بمون برگرده. قالو یا ابانا استغفر لنا. حالا که فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن گفتن بابا جان پس ما برای ما از خدا طلب آمرزش کن. برای دومین بار به پدرشون گفتن ما خطا کردیم. یه جا به یوسف گفتن خطا کردی، یک جا به پدرشون یعقوب گفتن ما خطا کردیم. اما چه باید کرد؟ انسان‌های جاهل پیشبینی نمی کنن، سرشون که به سنگ میاد و اقرار میکنن ما خطا کردیم. گفتن استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال سوف استغفر لکم. گفتن برای ما طلب آمرزش کن. چشم، در آینده نزدیک استغفار میکنه. اینجا ما مواجه میشیم با آقایان وهابی ها که توسلات ما رو شرک میدونن، تاخت و تاز میکنن. خدا میدونید اینا چه آتشی میسوزونن. 20 مطلب دارن، 20 شماره کردن. مثل پتک این 20 مطلب رو تو سر ما میکوبند. با هر کسی مواجه میشن فوری شروع میکنن آیه قرآن خوندن و این مسائل مطرح کردن که دیگه واقعا آدم حوصله‌اش سر میره که این 20 مطلب و چطور اینا به هر کی میرسن چماق میکنن تو سر شیعه. تو سفر قبلی که من مشرف بودم دیدم بعد از نماز مغرب من یه مقداری قرآن میخوندم و میمدم بیرون، دیدم یکی از اینا از ته مسجد دارد به سرعت میاد. فهمیدم خلاصه میخواد بیاد یه چهار تا چماق تو سر ما بکوبد و بره. نشست گفت بیا خمی قدی با هم صحبت کنی. نشست، ما نشستیم. اومد بسم الله رو بگید. گفتم میدونم چی میخوای بگو. الان شروع میکنی به گفتن لا تدام الله احدا و
تعریف قرآن و توسل و چی و چی، گفتم چیزی تازه داری یا چیزی تازه نداری؟ اینا که داری میگوی یا میخوای بگوی هنو نگفته. میدونم من سری میکنم برات میگم که تو بدونی من میفهمم تو میخوای چی بگی. چیزی تازه داری غیر از این 20 مطلب؟ خیلی لجش گرفت و همون حرفا رو تکرار کرد. حالا کار نداریم، بحث مفصلی بود، بماند. و جالب اینجاست، من به شما تضمین میدم که تمام این اشکالاتی که این آقایان به شیعه دارن، مدارک و مآخذشو از کتابای خودشون جلوشو میذاری. میگم اگر ما این عقاید داریم، این عقاید ریشش تو کتابای شما هم هست، منتاش عناد و لجاج و خباستتون اجازه نمیدید که ما اینا رو مطرح کنی و بگیم بابا این حرفایی که ما میزنیم هیچ کدومش منحصر به ما نیست، شما اگر منصف باشید تو کتابای خودتون هم تمام اینا وجود داره، ثابت میکنیم دیگه. این گوه اینم میدون. حالا از باب نمونه این بحث توسل رو که یه بحث خیلی مهمی است که اینا عرض کردم به صورت یه چماق به هر کس میرزن انت مشرک و انگ شرک فوری میچسبونن. چرا؟ به خاطر توسل. توسل شرک میدونن. و حالون که اگر توسل شرک باشد، اول مشرک عمر ابن الخطابه، به خاطر اینکه توسل پیدا کرده. ثابت میکنی؟ اینجور نیست که ما حرف از خودمون بزنیم، از مآخذ خودتون حرف میزنیم. که انشالله فردا شب اگر حیاتی بود این موضوع رو من برای شما از رو قرآن ثابت میکنم، از رو روایات خود اینا مطلب رو حقانیتش رو ثابت میکنیم و این عناد بیجا را جواب میگوییم که همینا رو سند کردن برای اینکه شیعه رو واجب است بکشی. اگه 10 تا شیعه کشی به بهش میری. تعجبه واقعا تا چقدر میتونه یک انسان لجوج و عنود باشه. میاریم حرف خودتونو میگیم، اگر حرفایی که ما میزنیم ریشه در کتابای شما نداشت، هرچی میخواد بگی خودتون گفتید، بعدم تو سر ما میزنی. نمیدونم چیکار باید کرد. امیدواریم انشاءالله خدا به اینا انصاف بده و به ما توفیق بده خدای متعال که بتونیم حقایق رو از ریشه جستجو کنیم، بفهمیم. انشاءالله صلوات خدا کنیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا لمن له حق علينا اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اللهم أيد إمام زماننا عجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم